عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی در شب ساکنان فرار را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. از چند به این سو فعالیت شبکه‌های مخابراتی در فرا به علت تهدیدهای مخالفان مسلح در شب متوقف شده است، اما ساکنان فرا میگویند که با وجود گذشت مدت مدیدی از این مسئله نه تنها مقام‌های محلی قادر به رفع این معضل نشدند، بلکه حالا در جریان روز نیز فعالیت شبکه‌های مخابراتی قطع می‌گردد. قطع فعالیت های شبکه های مخابراتی در فرا نگرانی اعضای شورای ولایتی این ولایت را نیز برانگیخته است. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا این مسئله را سوال برانگیز می‌خواند و می‌گوید که با قطع شبکه‌های مخابراتی ساکنان این ولایت با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. موجود فرای ولایت فرا سوال برانگیز را ولی به حکومت حاکمیت دوندر دشمن تاثیر دهی یا تا در مرکز یا در فرا شهر نوایی که هم ناصر مهری سخنگوی والی فرا نیز علت قطع شبکه‌های مخابراتی در این ولایت را تهدیدهای امنیتی می‌خواند. سخنگوی والی فرا می‌گوید که اداره محلی بعد از عملیات نیروهای امنیتی در شماری از والسواری‌های این ولایت اقدام به فعال‌سازی شبکه‌های مخابراتی در این ولایت خواهد کرد. یو اساسی ستونزه داده چی هغه د تهدیدات باندې نیول شوي دي لکه چې ځکه هغه اصلي ارکونه شبکې چې دي په ولسوالۍ کې شتون لري مکان لري او هغه ته تهدید دا دی بنان دا خصوصي شرکتونه دې ته مجبوره کوي چې هغه د ورځې یا شپې په فقط کې. پیش از این نیز مسئولان در ریاست مخابرات فرا گفته بودند که شبکه‌های مخابراتی به علت تهدیدهای مخالفان مسلح دولت آنتن‌های مخابراتیشان را غیر فعال نموده و فعالیت‌هایشان را قطع می‌کنند. این مسئولان وعده سپردند که این اداره بعد از عملیات پاکسازی به هدف سرکوب مخالفان مسلح در شماری از والسواری‌های ناامن به فعال‌سازی شبکه‌های مخابراتی دست خواهند زد. با این حال دیده شود که مسئولان محلی در فرا بالاخره موفق به فعالسازی شبکه‌های مخابراتی خواهند شد یا اینکه ساکنان این ولایت با مشکل قطع شبکه‌های مخابراتی دست و پنجه نرم خواهند کرد.